تنهایی بود از تظاهرات امروز هموطنانمون در مونیخ همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که هم شما توضیح دادید هم در فیلم توضیحاتی که داده شد کاملا گویا بود. خارد از روز 24 بهمن ماه کنفرانس بین المللی برای بررسی تروریسم و جنگ افروزی رژیم و امنیت در واقع در خاورمیانه در ورشو برگزار شد. می‌خواستم بپرسم به نظر شما اهمیت این کنفرانس چی بود؟ من فکر می‌کنم که این کنفرانس در به اصطلاح مقیاس خودش باید بگم یک نقطه عطف و یک سرفصل در موازی جامعه بین‌المللی در قبال رژیم ضد بشری و تروریست آخوندی بود. یعنی باید بگم که طی سه دهه گذشته فی‌الواقع این اولین کنفرانس جهانی بود که به این صراحت و به این قاطعیت علیه نقش مخرب و به اصطلاح تروریست رژیم به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم بین المللی انگشت می گذاشت و روی این موضوع متمرکز بود و بحث می کرد. بنابراین چنین اجماعی از جامعه بین المللی که شاید بیش از رهبران و بسیاری از وزرای 70 کشور از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت کرده بودند در نوع خودش کاملا بی سابقه بود، چرا که به دنبال سالیان شاید بگم این سیاست مماشاتی که توسط اتحادیه اروپا یا جامعه بین‌المللی به دلیل یا ترس و وحشت از تروریسم رژیم و یا بندوبست‌ها و مماشات‌ها به خاطر روابط تجاری و اقتصادی چشم فرو بسته بودند به ابعاد جنایت‌هایی که این رژیم هم علیه مردم ایران و هم علیه مردم منطقه و کشورهای منطقه اعمال کرده بود، این دوران نشون داد که به سر اومده و جامعه جهانی دیگر در نقطه نیست که بخواهد تصمیم بگیرد چشم به روی این جنایات و تروریسم ببندد و یا سکوت اتخاذ کند. و من فکر می‌کنم این بالاترین پیامی بود که ترس و وحشت عمیقی را مثل رعشه مرگ بر چارستون نظام ضد بشری و تروریست آخوندی انداخته بود، چرا که دیگه می‌دید که فی‌الواقع تمام اون به اصطلاح زد و بندها یا تمام بند و بستهایی که داره در راستای استمرار سیاست مماشات برای بدر بردن رژیم ضد بشری خودش چه در داخل کشور و چه در صحنه بین المللی انجام میده، دیگه به قول معروف رنگ باخته و جامعه بین المللی در نقطه به صلاح گذشتن از این جنایات نه تنها نیست، بلکه برعکس دوران حسابرسی از آخوندها در رابطه با همه جنایت‌هاشون به ویژه عملیات‌های تروریستی اخیرشون در سطح کشورهای اروپایی و در خاک اروپا شروع شده و به نظر من این گلوله‌های برفیه که عنقریبه که به بهمنی بزرگ در راستای سرنگونی تمامیت این رژیم ضد بشری مبدل بشه. بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. به من اطلاع میدن شماری از هموطنان رو همراه خودمون داریم. خب پس قبل از اینکه تماسهای هموطنان رو بحث بکنیم، الان شما اشاره کردید و توضیح دادید در مورد کنفرانس بین المللی در لهستان در ورشو. میدونیم که همزمان با این کنفرانس هم ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران یک تظاهرات و راهپیمایی داشتند در ورشو برگزار کردند. اولا می‌خواستم بپرسم که در چه شرایطی این تظاهرات برگزار شد و نفس برگزاری این تظاهرات همزمان با کنفرانس ورشو، کنفرانس بین‌المللی ورشو رو اینو چطور بایستی ارزیابیش کرد؟ اولا که باید بگم پیشاپیش از همه مسئولین مربوطه به ویژه از خواهران و برادران گرامی که همچنان که گفتم بسیار بی‌نام و نشان ولی فی‌الواقع شبانه روزی زحمت کشیدند و تلاش کردند که چنین تظاهرات و کنفرانس مطبوعاتی که به اصطلاح در ابتدای این تظاهرات برگزار شد فی‌الواقع جای هزاران درود داره و همه تلاش‌هایی که طی این مدت اخیر انجام داده بودند. بسیار تظاهرات چشمگیر بود. به نظر من همطور که شما الان اشاره کردید نفس برگزاری این تظاهرات در مقابل چنین اجلاسی که بیش از 70 کشور از مقامات بسیار ارشد و وزرای مختلف در اون شرکت داشتن، رؤسای کشورهای مختلف، خب بسیار قابل توجه به لحاظ امنیتی طبعا خب شرایط بسیار حساسیه.
و در چنین شرایط حساسی برگزاری چنین تظاهراتی با این ابعاد به این بزرگی و بعد همراه پیمایی در مقابل مقر اصلی که این کنفرانس برگزار می شد پیام مشخصی به لحاظ سیاسی داره و من فکر می کنم مواضعی که چه دولت آمریکا و چه خود وزیر خارجه لهستان و بسیاری از رسانه های مختلف بین المللی بر اون انگشت گذاشتن پیام بسیار روشنی بود از اینکه چگونه فی الواقع در همبستگی و حمایت از خواسته مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها این تظاهرات اجازه برگزاری به دست آورد. بنابراین من فکر میکنم هم از بابت برگزاری چنین ابعادی از تظاهرات و هم از بابت در حقیقت امنیتی و کسب چنین اجازه و توانی که در اون نقطه بسیار حساس شهر این تظاهرات برگزار بشه و راهپیمایی خودش یک پیام بسیار قوی و مشخص سیاسی علیه این رژیم و در به رسمیت شناختن حق مشروع مردم و اپوزیسیون و مقاومت ایران برای سرنگونی و بر علیه این رژیم داره. بله خیلی متشکرم. اجازه نوبت رو بدیم به مصطفی از هلند که با ما همراه هست از این لحظه. سلام میکنم به مصطفی، خواهش کنم بفرمایید. مصطفی از هلند اگر صدای منو میشنوید خواهش کنم بفرمایید. بله سلام علیکم. بله بفرمایید. سلام علیکم و شبتون بخیر. سلام میکنم خدمت خواهر دولت عزیز. سلام از ماست، خدا قوت. من خدمتتون زنگ زدم فقط یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم که این چون الان خواهر دولت من شنیدم که گفتن که در این 30 سال گذشته این شور اجلاسی که در ورشو برگزار شد یک مورد بی‌نظیریه. من خواستم یادی بکنم از اینکه از همون اول مجاهدین و شورا تاکید می‌کردن که این رژیم اصلاح‌پذیر نیست و اینکه هر روز که ما می‌بینیم که می‌گذره بیشتر این موضع مواضع مجاهدین و شورا بیشتر اثبات میشه و بیشتر کشورهای متفاوتی پشت این قضیه میان و از این جهت میشه گفت حتی که قابل فهم چرا رژیم میگه مجاهدین پشت اینجور قضایان از جمله ورشو، برای اینکه این مواضعی هست که مجاهدین سالها اعلام کردن و قضیه رو پیش بردن و تا الان که در درجه اول منطقه به این نکته رسید و بیشتر و در مقابل رژیم موضع گرفت و الان کل دنیا داره متوجه میشه که این رژیم جرم جنایت و این رژیم تروریست یک خطر جهانی رو تشکیل میده که همه کس نه تنها در منطقه بلکه در کل دنیا باید در مقابل اون موضع بگیرد. و از طرف دیگه میگم هرچند مردم ایران اولین قربانیان این رژیم بوده و هستن و میبینیم که در منطقه کشورهای بیشتری دارن قربانی این رژیم میشن و اگر در مقابل این رژیم باید نستیم به زودی باید حالا چه اروپا چه دیگر کشورها همچنان که میبینیم داره تروریسمشو و فوندامنتالیسم رو پخش میکنه. به همین خاطر خواستم بگم که این در از اصولیه که مجاهدین ده ها سال اعلام کردن، اجرا کردن و این حداقل برای ما باعث خوشحالیه که دنیا اینو بیشتر به رسمیت داره میشناسه و در نهایت این که تنها حال به نصیبی هم هستن که میتونه این مسئله رو باش مقابله بکنه. شب شما بخیر. تشکر از وقتی گذارنده. قربان شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از نکاتی که گفتید و به واقع همونطور که شما گفتید من هم کاملا موافقم که جامعه بین المللی به نقطه رسیده، کما اینکه بعدا حتما در جزئیات بیشتر خواهم گفت، بسیاری از مقاماتی که در اونجا در حمایت از مقاومت اومده بودن، چه آقای شهردار رودی جولیانی و همچنین نخست وزیر سابق الجزایر آقای سید احمد غزالی و هیئت نمایندگانی که از پارلمان لهستان اومده بودند، همه به وضوح بر این انگشت گذاشتند که آلترناتیوی علیه این رژیم وجود داره که اون آلترناتیو شورای ملی مقاومت و مشخصا رهبری خانم مریم رجوی و برنامه 10 ماده‌ای که برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران آینده ارائه کرده. بله، بعد از مصطفی نوبت رو بدیم به علی از ایتالیا. سلام میکنم به علی، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام به جناب آقای رفیعی و میهمان گرانقدرتان خانم نوروزی که به واقع خودشون به مانند شیر در تمام این صحنه ها حضور داشتن. خواهش میکنم. و با درودهای فراوان به کانونای شورشی و اشرف سه در آلبانی برای آمادگی و تشکل ارتش آزادی بخش که دور نیست این آخوندهای فاسد را به زباندار تاریخ در کنار هیتلرها و چنگیزها و غیره بیندازد و درود به رهبری این تشکیلات آهنین مسعود و مریم که رژیم ملاها را به روز به این روز انداختند و آن را می شود کاملا در حرفای پرسوزش و آه و فغان زری و لاریجانی که امروز در نقش مجاهدین و شرایط امروز گفتن شنید و خوشا به حال مردم ایران و آینده روشن آن، چرا که وقتی به تظاهرات فرانسه که خود و خانواده در آن شرکت داشتیم و بعد در ورشو امروز در مونیخ نگاه میکنیم و وقتی این تظاهرات را در کنار کانونهای شورشی در داخل و بنبست رژیم بعد از 40 سال خیانت کنار هم میگذاریم، کاملا سقوط ملاها را در نزدیکی احساس میکنیم. آقای رفیعی عزیز، باید اضافه کنم که این شرایط خود به خودی به وجود نیامده و هیچ دولتی در اروپا و چه در آمریکا به مقاومت ایران و مردم آن هدیه‌ای ندادند. این شرایط از خطوط درست این مقاومت و رهبری آن است و از 30 خرداد 60 تا به امروز شورای ملی مقاومت هیچ خطی عوض نکرده برای سرنگونی این ملاها و این دنیاست که به این صحت خطوط رسیده. همین اروپا و آمریکا نبودن که بعد از سقوط دولت قبلی عراق و برای امتیاز گرفتن از آخوندها چند روز اشرفیان قهرمان را در شهر اشرف بمباران کردن و اسم آنها را در لیست سیاه تروریستی گذاشتن و اما امروز دوست و دشمن کاملا با آن رسیدن که این مقاومت با سوزن کوه جدت جالیت خمینی و رژیمش را به این روز انداختن و مهمتر از همه اجازه نمیدهند به کسانی که به فکر من و با میدون دادن خود همین رژیم آخونده سوار بر موج مفخوری مثل خمینی در انقلاب 57 شوند و رهبری آن را به سرقت ببرند، چرا که خون 120 هزار شهید راه آزادی و رهایی مردم ایران در رگهای کانونهای شورشی جاری و انرژی این کانونها موتور محرکه اشرف نشانها در خارج از کشور هستند که در سرمای پاریس و ورشو و مونیخ و همینطور در تمامی دنیا شرکت خواهند کرد. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم تا دیگران بتونن فعال در این ارتباط مستقیم شرکت کنند و واقعا توی این سرمای پاریس که بودیم اون جمعیت رو من میدیدم، یاد روزها اون روزهای قبل و امروز میفتم، میبینم خوشا به حال مردم ایران. خسته نباشید. درود بر شما. خواهش میکنم. درود بر شما برادرم علی که واقعا هر آنچه گفتید از دل برآمد و همه بر دل نشست و من کاملا با همه نکات شما موافقم. بله، درود بر علی و نکات حقی که بر روی اون دست گذاشت. صحبت از تظاهرات و راهپیمایی هموطنانمون کردیم در ورشو همزمان با برگزاری کنفرانس بین‌المللی لهستان. تصاویر کوتاهی رو، یعنی بخش هایی در واقع از اجتماع و سخنرانی ها رو در اینجا با هم دیگه میبینیم و بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود. حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون، حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون. Go!
تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران علیه تروریسم و جنگ افروزی رژیم حاکم بر ایران در ساعت 12:30 چهارشنبه همزمان با کنفرانس بین‌المللی لهستان در هوای سرد همراه با بارش برف و باران و با حضور گسترده خبرنگاران داخلی و بین‌المللی برگزار شد. فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای روحانی، فریاد هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای روحانی، مرگ بر اصل ملت ایرانی، زنده باد ارتش آزادی، مرگ بر اصل ملت ایرانی، زنده باد ارتش آزادی، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا دیکتاتور منارش آتش جواب آتش، تو دیکتاتور منارش آتش جواب آتش، تو دیکتاتور منارش آتش جواب آتش، می جنگیم می رزمیم ایران رو پس می گیریم، می جنگیم می رزمیم ایران رو پس می گیریم، حکومت آخوندی سرنگون سرنگون، همزمان با اجلاس بین المللی ورشو در لهستان که اینجا در استادیوم بین المللی ورشو پایتخت لهستان برگزار میشه، هموطنانمون ایرانیان آزاد جوامع ایرانی از اقصی نقاط اروپا اینجا گرده هم اومدن، تجمع و تظاهراتی رو برگزار کردن تا پیام قیام رهایی بخش مردم ایران و کانونهای شورشی رو به جامعه جهانی برسونند. هموطنانمون اینجا گرده هم اومدن تا بر ضرورت اخراج رژیم نامشروع آخوندی از ملل متحد تاکید کنند و فراخوان بدن به رسمیت شناخته شدن شورای ملی مقاومت ایران به عنوان آلترناتیو این رژیم. اونها اومدن اینجا بگن که دیکتاتوری دینی با همه مزدورانش باید از کشورهای منطقه، از عراق، افغانستان، سوریه و همه کشورهای منطقه اخراج بشه. فراخوان میدن هموطنانمون به لیست گذاری تروریستی سپاه آخوندی و وزارت اطلاعات رژیم آخوندی. اینجا هوا سرد، قبلش بارون میومد، برف میومد، ولی این هیچ چیزی از گرمای وجود هموطنانمون کم نکرد و اونها در این تظاهرات حضور پیدا کردند. در این تجمع و تظاهرات هموطنانمون شماری از شخصیت‌های بین‌المللی از جمله شهردار رودی جولیانی، سناتور رابرت توریسلی، سید احمد غزالی، مارتین چوینچیسکی که شهردار پیشین ورشو هست سخنرانی خواهند کرد با حضور انبوه خبرنگاران رسانه‌های لهستان و رسانه‌های بین‌المللی. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی به تظاهرکنندگان در ورشو درود فرستاد و گفت